با ویژه برنامه های میدان و تای میدان با من با صدای ایرج خوش آمدید. ما امروز آمدیم تا آمادگی های عید، قصه های جالب از رسم و رواج های گذشته، رسم و رواج های کابل و کابلیان را به تصویر بکشیم. ما امروز به جای می رویم که گذشته ها مردم کابل به پیشواز عید می رفتند. ما امروز به کوچه و پس کوچه های شهر قدیم کابل قدم می زنیم و در رابطه به عنعنات، فرهنگ و همچنان عیاری مردم کابل می پرسیم و می شنویم. با ما باشین تا پایان برنامه و عیدتان را با برنامه خودتان های میدان و تای میدان رنگین و رنگین تر بسازین. هموطن عزیز، ما فعلا در کوه شیر دروازه قرار داریم، جایی هستیم که نمای زیبای شهر کابل از اینجا به خوبی و به تمام زیبایی های تمام معلوم میشه. کافی است که شما کابل زیبا و نازنین را نگاه بکنین و لذت ببرین. قسمی که شما میبینین، ما هم آهسته آهسته میریم به طرف مندوی، میریم از آمادگی های مردم ما میپرسیم، دیدن میکنیم و شما هم ما را همراهی بکنین. جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک، قدرت و انرژی باقی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. امیدوار هستم که شما هم در ایام عید اتک بنوشین و روزای عید سرشار از انرژی، شادابی و شادمانی سپری بکنین و لذت ببرین. و برنامه خودتان هم ناگفته نمونه که های میدان تای میدان شما هم عاشقانه نگاه بکنین و لذت ببرین. آیستا مسیر ما را ادامه میتیم، شما هم ما را تا یک ساعت بیننده باشین و از این سفر ما هم در شهر زیبای کابل لذت ببرین. داشتهای خیلی خوب بریم از نظر گرفتیم که تقدیم تک تک شما هموطنهای عزیز و نازنین ما بکنیم. ما برنامه را آغاز کردیم، در دامنه کوه شیر دروازه فعلا قرار داریم و قسمی هم که شما میبینین زیبایی های شهر کابل، که آدم با دیدنش خیلی خوشحال میشه. وقتی که ببینیم زیبایی های وطن ما را، وقتی که ببینیم که وطن ما هر روز به سوی خودکفایی روان است و هر روز زیبا و زیباتر میشه، آدم لذت میبره. خب قسمی هم که شما مقابل ما میبینین، اینجا معروف است به نام کوه خواجه صفا یا هم منطقه زیارت خواجه صفا، ولی بیشتر شباهت داره به معبد سرخ کوتل در ولایت بغلان. اگر شما به یاد داشته باشین زمانی که ما رفتیم اونجا هم به می رقم شباهت داشت و شمایلش به می شکل بود. ببینین که یک پله، دو پله، سه پله ساخته شده و بالا هم امو گنبد یا هم به شکل امو یکی از معابد گذشته بوده. ولی در رابطه با اینکه چرا اینجا به نام زیارت خواجه صفا است بیشتر صحبت می داشته باشیم، یکی از بزرگا را با خود میاریم و در این دم لحظات صحبت میکنیم. و او طرف ترم که شما دوستان نگاه میکنین، امو کاسه برجی است که گذشته ها محافظ بالا حصار شهر کابل بوده. و دوستان به این قسمت هم که شما نگاه میکنین، دیوار بزرگ دوره کابلیان و کابل شاهان و چشم میخوره، دیوار عظیم و بزرگی که 250 سال محافظ کابل و کابلیان بود. واقعا شکوه و جلال و عظمت آدم میتونه اینجا به خوبی ببینه. هوا فوق العاده خوشایند و زیباست دوستان. بیشتر که ما برنامه رو آغاز کردیم دانه دانه ژاله میبرید و باران شد و ما هم آیستا آیستا این وسایل خود جمع کردیم. حقیقت هم این است که بریم گفتیم برنامه رو آغاز میکنیم، ولی دوباره یک هوای فوق العاده خوب و خوشایند شد. حالا میریم به کوچه های قدیم شهر کابل، شما هم ما را در این برنامه ویژه همراهی بکنین و از داشتای ما لذت ببرید. خب هموطنان عزیزم، ما قسمی که ابتدای برنامه صحبت‌ها را داشتیم در رابطه با می
منطقه خواجه صفا. باز با کابلی صاحب دوباره همراه شدیم، گفتیم بیایم که چند لحظه صحبت داشته باشیم در رابطه با مو میله ها و گذشته هایی که دیجا برگزار میشد و جمع و جوشی که بود در ایام عید و با مو پیشواز است عید و همچنان در رابطه با خودمی ساخت و سازی که اینجا است. خب کابلی صاحب میشنویم از شما، میشه که ابتدا بر ما در رابطه با می ساخت بگوین که از کدام دور است و چقدر قدامت داره اینجا؟ یکی از جمله آثارهای تاریخ مردم کابل است و ای به زمان های بسیار قدیم است که از امکان در تاریخش معلوم نیست، شاید زمان کوشانیا باشه، زمان بودایا باشه دیگه، از اون وقتی آمدن اینجا می آمدن و می رفتن کارهایشان بود گپ می زدن. بازی پسان بود به خاطر که چی شود و گناه بند رفتن با چیز بند چیز مردم کابل. بازی یک جای تاریخی جور شد که که دیارت خود دیارت است که از جمله شخصیت های ادمو قدیم است و همیجا مانده شده برام از اموی منطقه جور شده و این همیجا بعضم دیارتگاه هم دیارت می آمدن هم میله جای تمام شهر مردم کابل بود. خوب است که بریم از یکی از اتاقا هم دیدن بکنیم، ولی فعلا هم یک قسمت از این منطقه مرمت و بازسازی شده به خاطر از اینکه یکی از ساعات بسیار تاریخی و باستانی است تا این ساحه حفظ شوه و مردم بیاین از دیدن از این منطقه و از دیدن از این فضا هم لذت ببرن. و زیارت خواجه صاحب صفا هم که در این قسمت قرار داره که خواجه صفا هم میگن که آمده بود همینجا مسکن گزین شده و در همینجا بوده و فعلا هم زیارتشان در این منطقه قرار داره و او طرف تر هم یک کاریز آب است که ما کوشش میکنیم با یکی از دوستام در رابطه با مو کاریز آبم صحبت داشته باشیم. ببین کابلی صاحب از این اتاق هم یک بار ببینیم. به به عجب اتاقه که است. ببین کابلی صاحب این طرف ده و یک گنبد اینجا قرار داره و این طرف هم یک شمدان است به خاطر امی روشنایی اتاق و این طرف هم و دو طرف هم یکی است. شاید ممکن کنم از علاقه مندان بوده باشه، هرچند که این کار خوب نیست. ما یک بار دیگه هم تاکید کردیم دوستا، زمانی که به ساعت تاریخی و باستانی میایم کوشش میکنیم که همی بعض دوستا یادگار درج میکنن روی دیوارا، همی کار نکنیم و همی فرهنگ دور بسازیم، چون همچو باب نگاه کنیم حفظ شوا و نگه شوا که یک طرف هم امو یکی شاید یکی از علاقه مندای امو آیین بوده باشه یا نمیدانم که چی بوده، به یک طرف دیوار نوشته از بودا و به طرف دیگه هم نوشته از زرتشت. بریم بخیر کابلی صاحب. خوب است اینجا یکی از برادرها هم است، همراهش چند لحظه صحبت بکنیم، شاید از باشنده های امی محل باشه تا بیشتر در منطقه بگه برمون توجهات بده. سلام علیکم. سلام. خوب هستین صاحب صحت شما؟ خوب بخیر هستین ان شاء الله. جان جور است؟ بخیر هستی. اسم مبارک؟ فرید. فرید جان. فرید جان خودت فکر میکنم که باشنده این محل هستی. باشنده خواجه صفا. باشنده خواجه صفا. چه خوب است که به می زیارت خواجه صفا هم یک دعا بکنیم با صحبت ها رو میداشتیم. بریم صحیح. خوب است. گذشت عمر عزیزم به پای خواجه صفا، شعری که در سنگی که در بالای قبر خواجه صفا است نوشته شده بود، ولی نمیفهمم که چی چیزی با تمام زیبایی هایی که کابل داره، با وجود از این پهنای عظیم و بزرگ، با وجود از این همواری هایی که داره، خواجه صفا را توجهش به اینجا جلب کرد که بیای اینجا مسکن گزین شوه. همچنان بابرشاه، کابل شهر پر از اسرار است، آدم نمیتونه که در مورد هر چیز بگویه. ولی ما خواستیم که معلومات زیاد حاصل بکنیم در رابطه با زیارت خواجه صفا، ولی گفته میشه شاید جز از تابعین تبع تابعین یا هم کسایی بوده باشه که زمانی که سایر ادیان به پای اتمام رسید باز آمدن به همچو جاها مسکن گزین شدن تا شاگردای زیادی را تربیه بکنن تا در راه اسلام خدمت بکنن و دین اسلام را منتشر بسازن.
هموطنان عزیزم، شما بینده ادامه برنامه های میدان و تای میدان هستید. ما فعلا در شهر کونه کابل قرار داریم، جایی که مردمان اصیل و با فرهنگ در هر کوچه خودش جا داده و قسمی هم که شما می چهار اطراف میبینین فضای کاملا متفاوت از خانه های گلی با مو سبک خاصی که از مو گذشته ها تا فعلا حفظ شده، مو چارچوکات های چوبی و دستک و خانه های گلی خیلی هم زیباست. خوشبختانه در کنار ما احمد شاه اکبری، یکی از شخصیت های فرهنگی و کابلی صاحبم که از بیشتر کنار ما بودن، قرار دارن تا بیشتر در رابطه با می کوچه های قدیم شهر کابل و رسم و رواج و عنعنات مردم کابل بیشتر آشنا شیم. شما خوش آمدید به این شهر کونه که به نام سیدوکان عاشقان و عرفان مشهور است که بسیار قدامت تاریخی داره و شما را در این منطقه به حساب خیر مقدم میگیم. از تلویزیون تولوس خوش آمدید، همکارایتان هم خوش آمده به این منطقه شهر کونه که اینجا را یاد بود کردین. و این شهر کونه که بسیار قدامت تاریخی داره که تقریبا 500 سال، 600 سال، 700 سال قدامت داره که بین این رقمی که میبینید کلشان دستک است، از به حساب سین مسابقه به حساب سین میگم. و این میگم که از فعلا که ما شما استاد هستیم، این به نام موزیم سابق ای دوران های امان الله خان اینجا موزیم بوده یک وقتی. این منطقه موزیم بوده؟ این همین خانه همین به نام منطقه موزیم نام می داشت. اما چون صاحب باسه فعلا از این خانه باید چی استفاده میشه؟ فعلا موزیم استفاده میشه یا خیر؟ نه حالا فعلا موزیم نیست، یک وقتی به موزیم بود، حالا به مدود زمان دیگه این خانه است مردم میشنه دیگه گذران میکنن دیگه سابق موزیم بود، حالا فعلا موزیم بخیر باشه. اما چون صاحب اینجا را به نام دیدیوک فکر میکنم یاد میکنن این مردم سابق شهر کابل که بود، این خانه کنه به می دیزاین ساخته شده. دیدیوک از این خاطر میگه به نام سرپوشیده. سابق مردم کابل اتفاق داشت این چوب از این دخانی از اون می بود، از این دخانی از اون تیره بیر می بود، اتفاق داشتنی خب. وزیر این همه قجای را رو می گرفتن مگم سر اونه بدر از خانه مردم بود، یکی بعد اگر ارتباط داشت، یک رسم و رواج هم داشتن، دیگه اتفاق داشتن، یکی بعد اگر از این خاطر دیو دیوک میگه که یک چوب بدر تک چوب خانه مردم ارتباط داشتن. سرپوش چیز بوده راه بسیار خوب، بریم صحبت ها رو لاولا صحبت نداشته باشیم. کابلی صاحب بگوین بر ما ازم و رسم و رواج و عنعنات مردم کابل ما در ایام این دشهر کونه بفرمایید. نمیجا بریم فضا هم خوبتر است، چند دقیقه صحبت هم بکنه. مردم کابل اصیل مردم های بودن که البته یکی با هم با اتفاق بودن و دوم در رسم رواج اید خود که بودن پیش ازی که بر نماز اید برن اول میرفتن در سر قبرستانی خود دعا میکرن، چیز بال از او بود می آمدن خانه خود بود در نماز دید که می رسن بود در نماز که بر آمده بودن اول پیش کلان های قریه می رفتن یا کل وکیل می رفتن یا پیش ریشفیل های کلان می رفتن، چیز با اتفاق بودن که کارهای خوب چیز می کردن. بسیار خوب، اما چون صاحب شما هم برما بگوین از امو بازی ها و عنعنات گذشته سابقه بود مردم که اید میشد عنعنات زیاد داشتن، خصوصا پتاقی بود و توپچه بود و چیزا بود. الگان تا میگه اید سابقه تو بود، اید همون اید از نوروز، همون نوروز از آسمان، همون آسمان زمین، همون کل روز است. مگه ما شما تغییر کردیم، خود ما عنعنات تغییر دادیم. بخیر باشین، بسیار زیاد تشکر. تشکر از برنامه تان، ما خواهدی که کابلی ها میمون نواز است، ما نمیخواییم شما را از چیز خود دویم، شما حتما شو اما غذایی که در زمان کابل پخته میشد ما براتون تهیه کردیم و افطار کرده بود بخیر برین. بخیر باشین کابلی صاحب، سلامت ان شاء الله. خیر ما میریم از منده دیدن میکنیم باز دوباره میایم به خاطر از اینکه مو یاد بوده گفتیم دوباره بیشتر زنده شوه و مو غذاهای محلی شهر کونه کابل هم به تصویر بکشیم. بخاطر شما ما تهیه کردیم که شما بفهمید بزرگوار هستین، نور چشم هستین. بخیر باشین. خب انشاءالله دوستان شما هم در ادامه برنامه ما را همراهی بکنید. نایستا ایستا میریم به طرف مندوی و زیبایی ها را تقدیم شما کنیم.
هموطنان عزیز، ما فعلا در مندوی شهر کابل قرار داریم. بزرگترین مرکز تجارتی در افغانستان و شهر کابل، جایی که نه ثروت، نه زمان، حتی مدرنیته نتونست کمی فضای کلاسیک اینجا را تغییر بده. هرچند که معماری های تازه اینجا ساخته شده که به زیبایی مندوی شهر کابل افزوده، ولی حس و حال همو بوی قدیم و بوی گذشته را آدم میتونه از کوچه و پس کوچه مندوی شهر کابل به خوبی استشمام بکنه و حس بکنه. فعلا هم آمدیم به مارکت میوه خشک. اینجا مندوی میوه خشک است که بیشتر انواع مختلف میوه خشک در بازار به فروش میرسه. میریم با جمع از دوستان صحبت میکنیم در رابطه با میوه ها و همچنان قیمتاش. شما هم ما را همراهی بکنین. حتی همی باران هایی هم که میباره ای به پیشواز عید است، به خاطر از اینکه همه جا را بشویه و همه جا را و فضا را زیبا و رنگین بسازه. سلام 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 عنیف جان، سلام، خوب هستی عزیز؟ چی حال احوال؟ خوب است انشاءالله، صحت خوب است. عنیف جان جزء کسایی است که همیشه وقت ما زمانی که به مندوی شهر کابل به این مندوی میوه خشک داخل میشیم، همراهش صحبت میکنیم چند دقیقه، باز نرخ و نوا همه چیز میگیریم. حالا یک ذره ماه رمضان هم از دوستا باز بعض دکاندارای ما هم کم حوصله میباشن. مگم عنیف جان کسی است که خندش همیشه وقت بالا باشه. خب چی حال احوال؟ رمضان بخیر سپری شد. خوب است انشاءالله، سلامت باشین. بین امروز هم کارا بشین افتاری چیزی قربانت شم. همی ابتدا از امی بود که دوستای ما میفهم که دیشب روز زیادتر مایل به ای هستن که بدانن نرخ نوا چطور است امسال. نرخ نوا امسال خوب الحمدلله خوب است. بازار سال ما نرخ نداشتیم، امسال طالبای محترم نرخ نوا بر ما توضیح کرده. امسال نرخ نوا مناسب است، با نرخ های با خوبه، خوش است، خوبه امشالله، قدر بالا نیست قیمت های مناسب نیست. میشه کوتاه کوتاه از امی نرخ بعض میوه های خشک هم برای دوستا بگوین؟ میوه خشک خو یک کیلو بادام شهرستان است 550 افغانی. بسیار خوب. یک کیلو کشمش سرخ است 200 افغانی. یک کیلو نخودم است 300 افغانی. بسیار خوب. پسته؟ پسته 900 روپیه است یک کیلو. در سال بود 1000، امسال 900 افغانی. بسیار خوب. امسال نسبتا ارزان تر است. بس چطور است بازار فروش امسال؟ هموطنان ما مثل سالهای قبل هم پر جمع و جوش میان از بازارها میوه خشک میگیرن یا کم رنگ شده نسبتا؟ خب یک ذره تاثیر کرده، ولی نه مخلوق فضل خدا زیاده. شهر کابل شهر کلانه. دقیقاً مردم میام گریبار دوستای منده هر کی میاد شکایت میکنه گریبار از زیاده، مردم میام پیشتالا میخوا. دقیقاً. و قسمی هم که همیشه وقت گفتیم مردم افغانستان مردم مهمان نواز و در عین حال بازمی ایام مناسبتی که میباشه، عید خرد، عید کلان دیگه، باز بیشتر دوستام اگر توان هم نداشته باشن اندکی میخوان که یک سفره رنگین بسازن با یک تعداد از میوه ها. در تکسی آمدیم گفت من کسی رو پرسال سراغ داشتم که یک کلو گرفت، امسال سه کلو گرفته. اینا هیچ چیز کمبوتات نگرفته، از هر سال که بیشتر گرفته. که ما میگیم پول نیست، پول هست، حتما مردم پول دارن، ذخیره دار، یک قسمی هست خیلی زیادتر. خیلی خوب. از میوه های بگوین که امسال هم از خارج وارد افغانستان شده، کدام میوه ها بیشتر وارد شده؟ خب اما میوه سابقه که وارد میشه بازم همونا وارد میشه، مثلا پسته ایرانی، خرما ایرانی، چه قوتیش باشه چه از خشکش باشه، بادام امریکایی، کاجور هندی و ویتنامی، چیزایی که از خارج میاد طبعا میالم. بسیار خوب. همون چیزای خوب. امی حنیف جان یک چند بار وعده کردیم که در ایت یک روز میایم پیش خودت، خانه خودت، چون خانه حنیف جان دیگه نام خدا حتما از هر نوع میوه دیگه سر سفره است. می وعده کدی نامین و دواده تان باشین امسال بی ان شاء الله بخیر. وعده خدا است. قربانت شم حنیف جان، اگه کدام پیام هم داری کوتا کمرای ما خوش بری. تمام مردم افغانستان میخوان میدی خوشی داشته باشن، امنیت داشته باشن. بس سلامت باشه. قربان شم. خوش باشی. خب دوستا با حنیف جان صحبت کردیم، میریم با یکی از بزرگا هم در مندوی صحبت میکنیم در رابطه با می تاریخچه از می مندوی میوه خشک و بیشتر همراهشون هم کلام میشیم.
خب دوستا، هزی بازارم دیدن کردیم. خوشبختانه که حاجی صاحب ملنگ، یکی از سابقه دارترین دکاندارای مندوی شهر کابل هم در کنار ماست که بیشتر از 30 سال میشه که دمی مندوی مصروف کاروبار هستن. بیاین آی صاحب، آی صاحب بشنیم از شما در رابطه به مو گذشته و قدیم مندوی شهر کابل. چه قسم بودی مندوی؟ چی رونق و شکوه داشت؟ سابق که بود، از سابق برد بگم که در سرای در وقتا که مردم گل برود خرار هم میاد و بسته میکرد، این منطقه کلش گوداما بود. خواه و بعد دکان ها شد، گوداما خلاص که زیاد دکان ها شد. بعد اینجا بعد یه دکان ما در ماه تقریبا 28 سال شده که ما در این دکان هستم. 28 سال میشه که میشه دکان داری؟ نه، دکان داری بینه. دکان ها دیگه نسبتا قدیمی تر هم هست. قدیمی تر هست. نسبت به این مارکت. آه، یه دید دل دفت. نه، تازه شده تا بالا چیز چوب هست. پخته نشده. این یک شده دیگه نه اینه پخته شده. تا نو زهر کس با خودش جور کرده. خودن ما خود ما اینه 3 سال شده که را آباد کردم. او سابق از چوب بود که بیخی چوب بازی یک کمی بلندتر کردم. تفاوت ها زیاد آمد. یک در وقتان دوران یک 20 سال پیش یک خوب بیروبار زیاد پیدا شد. بعد هم بس کچی کده و نسبت به دیگه سالا امسال فاضی خود بیخی بیروبار زیاد است. خب امسال نسبتا بیروبار زیادتر است. زیادتر است. او واردات مال میوه خشک ما امسال زیاد است. ولی مال های فضل خدا دیگه طرف های خارج زیاد میره. طرف های اروپا عالی میره. بادام فرد مثال. یعنی کشمیش برد بگم. یا از خسته از مغز چارماز ما زیاد میره، از این چپنیمک که اونا چه میبینی چپنیمک کسی نمی بله بله آقای راه میشناسی بیا بریم بایستم که اگرقم دل کدی سلام صاحب خوب است، ساعت شما خوب بخیر. اینمی مال خاندار شاجوی هست، اشتاقه هست که تقریبا حدود یک سیرش عبده صد افغانی ایرا ما خود ما خرید میکنم. خب خب بسیار خوب. اینمی که یکی از طرف شاجوی میاد، شاجو قندار میاد. خب بسیار خوب. اینمی که از ولایت بامیان میماست، از ولایت بامیان سه چپنمک را میگه. چپنمک دره آجر. دره آجر اینمی هست. دوستا باید داشته باشند که فوق العاده چپنمک خوب و خیلی هم عالی آماده میشه. آماده میشه. کیفیت میوه خود ما، میوه وطنی ما، خود نام خدا بسیار بلند است. انشالله. چطور است باز قیمتاش خوب است؟ قیمتاش خود تفاوت روز با هفته با هفته فرق پیدا میکنه، تفاوت بالا و پایین میره. خود نسبت فرد این نمی بادام هم میبینی. این نمی بادام دمی کل جهان پیدا نمیشه. دمی کل جهان پیدا نمیشه. ماشاءالله بیا اینو سری طرفدار که. اینو گیم نمیشه که در چه بدم تو میدان میشه. یعنی حاجت چه نیست تو بسیار کیفیت بسیار خوب داره. بسیار خوب. اینه می چاسه اینه این بادام کیسه یک کیفیت از خیلی زیاد است، یه بسیار چاسه این کیفیت هم چاسه یه در چه در خارج هم که ما رفت همین رقم بادام ما نرفتم ندیدیم مثلا اون ندیدیم ما نیوی وطن دیگه وطن نیوی وطن است دیگه و دیگر کنم اینه می کشمش کیسه یک کیسه رنگ دیگه است با در رنگ دیگه که رنگ نشه با از طرف های چی است سمت شمال هست. این چطور رنگ کدگی سوی سوی؟ یه رنگ میشه، رنگ میشه، یه رنگ کدگی باز رنگ خود شکست هست. چی هست؟ سلفر میشه، سلفر خب شاید دیده باشی یا سلفر پودر رو دود کنه، دود بند کنه، ایره مقصد مزدیش کل شاید بین ببره و بالاخره ایره میتونه رنگش تازه کنه. درنگ پرسته میشه. اینه خوب شد بسیار یک راز کلانه گفتی برام. نه خواه گفت یا وقتی با بود که چی نیست. این باز رنگ نیست. یه هم رنگ دیگه است. خوب بسیار خوب. آیسه ایده خوب و خوش داشته باشین با جمع تمام از هموطنان عزیز ما. قربانشان. شما تشکر که وقت دادین. زحمت های تا میبخشید. بخیر باشین. خوب دوستا. دوباره میریم بیرو ببینیم با یکی از هموطنان ما هم صحبت بکنیم که آمده به بازار و میوه خوش میگیرن. ببینیم که اونا چقدر رضایت دارن و رمضان چطور سپری کردن، کم صحبت هم بکنیم. چارمغز خوبیش است، خوب چارمغز خوبیش است، اونقدر قیمت نیست. سلام علیکم. سلام علیکم. بسیار جور هستید. شما خوب هستید؟ صحتتون خوب؟ بخیر هستید؟ خیر خیرت هستید؟ صحتتون خوب هستید؟ بخیر هستید؟ خیر خیرت هستید؟ جور هستید؟ چی حال احوال؟ بخیر باشید. خوب هستید؟ خدا را شکر که نام خدا هم وطنهای ما هم تو مصروف خرید و فروش هستند در شبای عید. شب روز عید خوب است. نسبتاً اسم شما؟ اسمم محمد افضل است. محمد افضل چی کاروبار میکنی خودت؟ ما کسب فلسکاری است. فلسکاری است. دیگه امروز اومدی به بازار که یک ذره میوه خشک بگیری. جانا یک ذره سودا میگیم به خاطر چی چیزا گرفتی تا فعلا؟ فعلا تنها بادام گرفتیم، نخود و کشمش گرفتیم. اومد پیش استادم که یک ذره چهارمغز و دیگه یک ذره کشمش دیگه از اینو گرفتم هستیم. خب خب از هر دوکان گرفتی دیگه. حتما گلچین کدی چی رقم؟ یا قیمتا هم تفاوت داره؟ قیمتا هم تفاوت داره 100%.
چطور بود قیمت ها باز خودت چقدر رضایت داشتی؟ بله قیمت ها خود زیاد بالا است. نسبت به اقتصاد مردم، نسبت به کار مردم قیمت ها زیاد بالا است. خب ما کتی استاد عادی یک آشنایی داریم دیگه، اومدم پیش خود از اینا که از درک مراتب ممکن است خوبترم برام بده. آجی کاکا دیگه جز کسایی است که دمندهی بسیار سابقه طولانی هم داره. 100% تا جایی که ما دیدیم دوستا یکی از دکانایی است که تا فعلا عمو تو گلی حفظ شده ای دکان و بعض وقتا که ما خودم میام پیش کاکاجی از اینجا سودا میگیرم میبرم. بخیر باشین. خب دوستا از مارکت میوه خوش دیدن کرده بریم بیرو به طرف جاده تیمورشاهی و سر زیرزمینی ببینیم اونجا هم از امو اوضاع شبای عید بیشتر دیدن بکنیم. این لالای مامان تو تیر شد دیگه. ما فعلا در پل باغ عمومی هستیم، یکی از مزدحم‌ترین نقاط شهر کابل، جایی که موتر است، کراچی است، خریدار است، فروشنده است و هر آن چیزی که بخوایم در این منطقه ما میتونیم پیدا بکنیم. به طرف مقابل ما هم کتاب فروشی است که همیشه وقت کتاب های خیلی خوب در دسترس تمام حیزا قرار میتن. آهسته آهسته شام نزدیک میشه و هموطن های عزیز ما هم کم کم از بازار میرن به طرف خانه هایشان تا آمادگی افطار رو بگیرن و ما هم از امو نقطه بلنده که شما میبینین به تصویر آمدیم و فعلا در مندوی شهر کابل هستیم. جا دارک تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم، انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی باقی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. لالای ما هم رفت از پیش کمره ولی ایجا سایب پر از دهام است. ما هم میریم کنار آجی صاحب کابولی افطار با اونا می داشته باشیم ولی داشتهای خیلی خوب دیگه هم باقی مانده که تقدیم شما بکنیم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله خدا انت تو بذاتنا قبول بکنه قبول سم بازم بسیار زیاد تشکر بخیر باش قربان محبت الله تفتم بفرمایید شما تشکر بخیر باشین سر کابلی صاحب عزیز مشنیم از شما در رابطه با مو شبهای عید در قدیم کابل چطور بود؟ زمانی که همچو برق و گروپا نبود، خانه ها و سفره ها پر از مهر و محبت بود و دور از تمام کدورت ها بود و حتی اقدر سمیت زیاد بود که هر نزایی که در بین می بود باز به خاطر و مناسبت عید همه با هم بسیار یک تعامل خوب داشتن، می رفتن به فامیلا و مو کدورت ها را از بین می بردن. شما هم بیشتر روشنی بندازید. مشکل دیگه بود که کسایی که کدورت داشتن با دمی شب و عید که می شد یا در روز عید باز مکلان قوم باز می خواستن بینشان یک آشتی منداختن که عید است باید شما کدورت در دل نگرین، باید مثل برادر باید رفتار کنین. اینمی مثل یک عنعنه بود برای مردم کابل. بر یک مردم کابل نه، بر بین هر کسی که یک نظام میشد یک کلان کابل میرفت و چیز میکرد بینشان چیز منداخت خوشی منداخت دیگه میکرد. انشاءالله بخیر که شاید از این باشیم که فقر هم از کشور ما دور شد و هیچ نیازمند روی جاده های شهر کابل نبینیم. تنها شهر کابل نه، در تمام ولایت افغانستان و در تمام دیار عزیز ما بخیر باشین. دیگه امشب هم شب عید است، ما تصمیم گرفتیم که امشب یک ذره نان زیاد بخورم دوست عزیز. مهربان جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک، انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. میتونید کابلی صاحب شما هم بنوشید. قربان زحمتایتان، قربان دستایتان. خب ما و کابلی صاحب چند لحظه دیگه هم میشینیم، قصه های از
کابل و کابل قدیم می داشته باشیم و غذا هم می خوریم. ولی شما دوستا در ادامه برنامه با ما باشین. ما از شهر کونه و مندوی شهر کابل دیدن کردیم و بعد از این هم میریم شبهای کابل رو به تصویر میکشیم، به یک قسمت دیگه از کابل سر میزنیم، به قسمت میریم که هم پیش از عید بیروبار داره و هم در روزهای عید بیروبار زیاد داره. ولی ما میریم به بارستان و داشتار در اوجه هم تقدیم شما ایضا میکنیم. شما هم در ادامه برنامه ما را همراهی بکنیم. همه قسم که کابل قلب تپنده افغانستان است، قلب‌های تپنده دیگر در هر گوشه کابل قرار داره. فکر میکنین فعلا ساعت چند شب است؟ 7، 8، 9. فعلا ساعت 10 بجه شب است، ولی ببینین که در سایه بهارستان شهر کابل هموطنهای عزیز ما به پیشواز است عید سعید فطر بر خیابان‌ها جمع شدن و میخواین که عید را و اوقاتشان را به خوبی و به خوشی تجلیل بکنن. ولی فضای بارستان که ما آمدم، حتی مایل به این شدم که امشب یک جور لباس ایدی به خودم فرمایش بتم، برم به یکی از خیاطی ها در بهارستان سر بزنیم، از اوضاعشان و همچنان از لباس های جدید دیدن بکنیم و بریم طعم آسکریم مزه‌دار در بارستان شهر کابل هم بچشیم و لذت ببریم. شما هم ما را همراهی بکنید. ولی ابتدا میریم به یکی از خیاطی ها سر میزنیم. اینجا رسته های زیادی است که دکان های خیاطی قرار گرفته و هر کدامشان تلاش میکنن تا لباس های خیلی خوبه برای هموطن های عزیز ما آماده بسازن و بدوزن. نام خدا. خیلی یک دکان زیبا در بهارستان کنار استاد عزیز. استاد سلام برسه. خوب هستین؟ ساعتتون خوب است؟ بخیر است انشاءالله؟ جانتون جور است؟ این شبای پر از کار و مصروفیت بخیر میگذره؟ شکر الحمدلله بخیر میگذره. بخیر باشین. میشه خدا معرفی هم بکنین استاد برای دوستا عزیزی که شما رو فعلا بینده هستن؟ بله، نام من عبیدالله حبیبی است برادر و لباسای هر قسم لباس مثلا پاکستانی، قنداری، هر قسم لباسی که بخواین مردم ما تهیه میکنیم. تهیه میکنیم شما. استاد عبید عزیز، من یک سوال بپرسم. ای است که بارستان چی داره؟ با وجود از اینکه لباسایی هم که در بارستان دوستات تهیه میکنن و برشان آماده میسازن شما نسبتا قیمت تر هم تمام میشه، ولی نام خدا شهرت بسیار زیاد داره بین مردم ما و هر کس مایل به ای است، علاقه داره که بیای لباسای خود در بارستان فرمایش بده. چون بارستان یک خوبی داره که اینجا خود لباس ها کمی تکار میگه، تکای بالاتر میارن، خوبتر میارن، بخاطر که تقاضای مردم بالاست. در اینجا که میارن تکای خوبتر خواهش میکنن که بگیرن دیگه، به همین خاطر مردم اینجا زیاد تقاضا داره که بارستان بیاد لباس تهیه کنن. و لباسی که حساب کاریگر که اینجا دخت میکنه و در پاکستان کار کردن، بهترین کاریگرها را اینجا داریم که بسیار خوب دخت میکنن. خوب استاد عبید، میشه که چند نمونه از تکاوی خوب بر ما نشان بتین که دوستان اگر تکه میگیرن یا لباس میخواین بدوزن از اون تکه ها بر خود بگیرن و آماده بکنن؟ بله، هرچند که تکه های که اینجا از دوستان رنگ های مختلف، هر کدامش زیبایی خودش داره و هر کدامش زیباست، حتی من مایل شدم که یک چند جوره دیگه هم لباس بر خود جور بکنم. این لباس ها، این تکا که هست، این تکای گریس، به نام گریس کراچی پاکستان یاد میشه که کاتن مکس هست، نخیص. یه خوبی داره تابستان سرد میباشه بسیار. بسیار خوب. بله. که هوا هم گرم است، دوستا میتونن از این تکا هم استفاده بکنن. دیگه اینی رنگکاش هست که به حساب از این قسمت تا اینجا این همه کاتن مکس هست. اینی بالا که هست تکای ایندی و چنویی است. خب بسیار خوب. و این تکای که هست یا به حساب این دیو چینایی هم کیفیت بالا داره، جنس بالا است که به حساب نپت میتن، خیلی خوب نرم هم هست. نرم و خوبش هست. بسیار خوب. و زیبایی خاص داره. دقیقا. خب در کنار از این که تکه ها را دیدیم، نمونه های خیلی خوب است.
یخنا هم دیده میشه. یخنا دستدوزی است یا کامپیوتری است؟ هم دستدوزی داریم و هم کامپیوتری. خب بسیار. دستدوزی باز قندوری و بینی طرفتر خیلی که نمونه های از زیرم ببینیم یا میشه که دوستا بیارن؟ بیارش. چقدر یک دیزاین مقبول است در رنگ سیاه و همین خامک سیاه و سفید که خیلی زیباست. این کار دست است نی؟ بله کار دست است. کار دست است خیلی زیباست. قیمت از این چند است باست؟ قیمت از این مزدش می برش به تنها بدون دختش 3000. هرچند به خاطر کار دست قیمت تر از دوستا. بله مگر این کارش کم کم است. اون کارهایی که زیاد است باز وقت قیمتش بالاست. اینه بای شکل است. اگه هم کارم از دور اشاره دارم میگم میره اگه برای ما بگیری خیلی خوب میشه. اینی یخن نامی یخن دزدوزی خیلی زیباست. یخن خیلی زیباست واقعا. اینی قیمتش دیگه به حساب 15000 است. 15000 افغانی. بله 15000 افغانی. این به یک چیزی که من خیلی علاقه دارم کفلنگ درست نه؟ میشه اینم نمونهش برای دوستانشان بتیم. بس بعض دوستایی که زیادتر علاقه دارن بس فرمایش های مختلف دارن، مثال نقره دایش استفاده میکنن و بعضی هم طلا استفاده میکنن که نظر به ما خواست و تمایل خودشان است که چی نوره بیشتر دوست دارن و برش علاقه دارن. خیلی خوب استاد، ضمن از هم واسکت های خیلی خوبم دیدیم اینجا که نمونهش دوستا به تصویر هم میبینن. میشه یکی دو نمونهش هم برادر ما بیاره بر ما بیار. خب این هم نمونه های واسکت هاست. فکر میکنیم این واسکت به لباس که ما هم پوشیدیم بسیار مچ میکنه و مقبول میگه. چطور استاد اگر اجازه شما باشه این واسکت رو بپوشیم که نظر دوستان مهم است که نظر میتنه یا خیر؟ نام خدا نبود. فکر کنم این حتما بر ما آماده ساختین. جان است. بخیر باشین، سلامت، تشکر. خوب ایره پاس میکشیم دوستا در جان خود نمیمونیم که شاید این فرمایش یکی از دوستا باشه، ولی خوب است بخیم تو اندازه مجور کرده. تبریک شان باشه، بخیر استفاده بکنن. خب نمونه واسکت ها رو هم دیدیم. این واسکت ها با تکای مختلف است دیگه. بله تکای مختلف است، رنگ های مختلف است، چهارخانه داریم، ساده است، خط‌دار است و هر شکل تکه داریم. خیلی خوب. پس چی خوب استاد در این قسمت هم یک قدندان مرم بگیرین. ما هم میخوایم که یک لباس بر ما هم آماده بکنیم که باز بخیر دمی ایامیت ما هم بپوشیم انشاءالله. قربان سر. دارین بخیر استاد عبید. قدمدام خودتان میگیرین جانا که همونتا استندرد باشه. فارغ جان نامشه بنویس. به نام باسا جان. قربان. خب اول قدش رو میگیرم این 45 درست است همین قد؟ آه خوب است. 45 شانه 18.5 آستین 23.5. چه قینال دوستا بر من لباس جور کنن قدنده هم به هم اگه معلوم شد یه خنبده. انشالله بخیر دیگه یک ساعت بعد بیم آماده میشه. انشالله کم و پیش نمیشه. انشالله بخیر سلامت باشین. سلامت باشین. انشالله دوباره ببینیم. خدا حافظتان دوباره. سلام با سر خدا فرمایش دادیم فعلا هم اومدیم که یک آسکریم مزدار بخوریم. سلام سلام خوب هستین؟ ساعتتون خوب؟ بخیر هستین؟ شما آخشیر یخ آماده میکنیم؟ ما گفتم آسکریم میخورم. همش مربوط یک دوکان است. سلام علیکم. خوب هستین؟ صدا خوب است؟ بخیر هستین؟ ایچی رقم ها برادر؟ اردی تان یک رقم هستین نام خدا. برادر هستین حتما؟ خوب هستین؟ اسم مبارک؟ سلیمان جلالی هستم، یک تن از آسکریم فروشان شهر کابل. بشک نام خدا. سلیمان جان دوستا و عزیزایی که
امکانات برشان بیشتر است و میتونن بیاین از این ساعت هم لذت ببرن هم و دم لحظاتشان به خوبی سپری شود. بله بله، بارستان کس بعد از افطار بیروبار میشه، اما مردم میان آسکریم خوردن. حالا هر گوشه کابل که بری که لوحه آسکریم فروشی نشته است که بارستان آسکریم. نه ما کافی نداریم. چند نوع آسکریم آماده میکنید شما؟ آسکریم فعلا چشف رقم داریم. چشف رقم سوپر است و که طعم پسته دارد، توت زمینی است، همه کله است، دیگه سفید است که چهار مغزی میکنه. چطور است این شبا که آمد آمد ایده از جمع جوش هموطنهای ما در بارستان؟ من که بیشتر یاد کردم که ساعت 10 شب است ولی هموطنهای ما با امو شور فراوان و جمع جوش تمام میاین از این ساعت دیدن میکنن و یک آسکریم مزه‌دار هم نوشجان میکنن و میخورن. آه یک برکت داره مای روزه، نمی مای روزه که از بارستان خوب آسکریم میکنن. یکی برکت روزه است آسکریم خوبش میه. میشه یکی مردم هم جمع جوش نمیجه دکه جایی نداریم ما شما غیر بارستان. حساب آسکریم فعلا بارستان بخود معلوم از گشوار کابل بالا است دقیقا. ولی هموطن های دیگه ما که دستای رجوع هم آسکریم آماده میسازن و تلاش نهایت خودم میکنن که خیلی یک آسکریم خوبه با دسترس هموطن های ما که در نقاط دوردست هم هست قرار بتن. و چندین بار که من خودم هم دستای رجوع هم آسکریم خوردیم، آسکریم های خیلی خوب و خوشمزه بوده. بله. که بارستان هم امسال از اونجا حرف نداره. بله. امشب به خاطر ای که شب عید است میخوایم که امی آسکریمی که میخوریم خودم برای خودم آماده بسازم. چطور؟ من سر ماشین می آسکریم بکشم. اجازه است یا نه؟ چرا نه هزار دفعه. حالا ماشین خراب نشه با خاطر ما. ماشین فال است. ماشین فال است. دن دوستا. دو دانه از بیسکویتش بگیریم یا یک دانه؟ دو دانه بگیریم. تفلک ها بیسکیت چه فکر میکنم زیاد علاقه دارن. بازه تا گلاس هم نمیگیره میگه برماده مو بیسکیت هکش بیار. بله کشکو بسم الله. برو برو خوب است خوب است بشانش بشانش های داره بلندش کن بیسکیت ها علالالا بیسکیت ها بلند کن بس دلش گاز بس بس که خرابی شد. اینی بیسکیت دیگره بگی؟ آدرس میت دیگه دیگه نام آسکری خورد نه خیلی خمی آسکری فاو کلاس است تام کلاس نه کله تازه اینقدر خوشمزه است دوستا، اینقدر مزه دار است که هر چه قزش تعریف بکنیم از مزهش کم است. جای تک تکتان خالی، آرزو میکنم که طعم زندگیتان مثل همی آیسکریم شیرین باشد. عمو میگه پنج انگشتت پنج چراغ است، ولی برای ما هم یک آسکریم پنج انگشته جور کردی. بسیار زیاد تشکر، بخیر باشید. دوستای دوست آیست آیست میریم، ممکن که امو یک ساعتی هم که ما وقت داشتیم وقت ما هم تمام شده باشه و لباسای ما هم آماده شده باشه، بریم لباسای خود بگیریم و بعدش هم با شما هم اوقات خوب بخوایم. تشکر، بخیر باشید. استاد باید خسته نباشی، مانده نباشی. خیر باشه. سلام مجدد. اوهو بیشک بیشک. نام ما را چی میکنین دوستا که تا نام برنامه را دایی لباس نوشته شده. ای میدان و تای میدان. بسیار زیاد تشکر میکنم. بخیر باشین. بخیر باشه. براتون عید خوب و خوش. مملو از صفا و سمیت ماست. شما همچنان عید خوش میخواییم. بخیر باشین. خب هموطنان عزیزم، ما هم رسیدیم به پایان برنامه. امیدوار هستم که از داشته های ما در این برنامه هم لذت برده باشین. آرزو میکنم که یک ایده خوب و خوش داشته باشین و دور از تمام جنجال ها و مشکلات زندگی و بدور از کدورت ها و نفرت ها. آرزوی خوبی و سربلندی تک تکتان. زنده باد، پاینده باد افغانستان. خدا نگهدار.